اسناد سازمان سیاه که در چند هفته پیش منتشر شده بعد از خروج اونها از طبقه بندی منتشر شده باید توجه کرد. به نقش ارتش آمریکا در انقلاب اسلامی ایران ده ها سال بعد برای خونسا کردن اقدامات ارتش شاه بر علیه انقلابیون خمینی باید توجه کرد. و طبق اسنادی که همین چند هفته پیش توسط سازمان سیاه یا وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، دولت آمریکا و دولت بریتانیا در زمان کودتای 28 مرداد به این عقیده بودند که ارتش ایران بدون توافق شاه نمیتونه در کودتا بشه، ولی شاه امیدی به موفقیت کودتای ارتش ایران نداشت و با اون موافقت نمیکرد. شاه به انگلیس اعتمادی نداشت و معتقد بود که دولت انگلیس به طور ظاهر از دولت مصدق یا با دولت مصدق مخالفت میکنه، ولی در باطن انگلیس خواهان سقوط شاه، اینو شاه متقید. طبق یک سند سازمان سیاه به تاریخ 31 اردیبهشت 1332، شاه به منابع آمریکایی در ایران چنین گفته بود، گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را ثابت کردند، به پدرم را به قدرت رساندند، پدرم را از ایران بیرون راندند و می توانند من را هم از ایران بیرون بیندازند. اینا شاه به مقامات آمریکایی در تهران گفته بود. همین سند سازمان سیاه که اخیراً منتشر شده از قول شاه ایران چنین میگه. میگه اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا برم. شاه میگه اگر انگلیسی ها می خواهند که من برم باید به من خبر بدن که من فوراً بتونم بی سر و صدا از ایران برم. برای فشار به شاه که فرمان عزل مصدق رو امضا بکنه، سیاه و MI6 انگلستان اشرف قاهر شاه رو آن زمان از فرانسه وارد تهران کردن، ولی اون موفق نشد که شاه رو راضی بکنه که فرمان عزل مصدق رو امضا بکنه. بعدن اسدالله رشیدیان جاسوس بریتانیا به سراغ شاه میره و میخواد شاه رو متقاعد بکنه که این فرمان عزل مصدق رو امضا بکنه، ولی حتی آقای اسدالله رشیدیان هم موفق نمیشه و شاه فرمان عزل مصدق رو امضا نمی کنه. سیاه دست به دامان جنرال نورمان شوارتزکوف رئیس مستشاری ارتش آمریکا در تهران میشه. شوارتزکوف به کاخ سعدآباد میره، فشارهای زیادی به شاه میاره که فرمان عزل مصدق رو امضا بکنه، ولی شاه چنین کاری رو نمی کنه. طبق اسنادی که چند هفته پیش منتشر شده، اسناد سیاه، کرمیت روزول مأمور کودتای سیاه در تهران به شاه فشار میاره و چنین هشدار میده که آمریکا و بریتانیا کودتا را انجام خواهند داد و اگه او موافقت نکنه خاندان سلطنتی پهلوی، خاندان پهلوی منقرض خواهد شد. اینا کرمیت روزول به شاه میگه. او هم موفق نمیشه که شاه را قانع بکنه که در واقع فرمان عزل مصدق را امضا بکنه. همونطور گفتم شاه امیدی نداشت که کودتا بتونه موفق بشه. حتی زمانی که شاه را تهدید کردند که به جای او برادرش غلامرضا پهلوی را به تخت سلطنت خواهند نشوند، اون را قبول نکرد. شاه امضای این فرمان را قبول نکرد و شاه بدون امضای فرمان عزل مصدق تهران را ترک کرد و به سواحل دریای خزر به شمال ایران رفت. ولی با وقاحتی حیرت انگیز کرمیت روزولت مأمور کودتای سیاه فرمان عزل مصدق و خودش صادر میکنه و امضای شاه را جعل میکنه، بیر اون فرمان جعل میکنه و در روز 25 مرداد 1332 این فرمان رو به دست سرهنگ نصیرالله نصیری میده و میخواد که این فرمان رو، فرمان عزل مصدق رو به دست مصدق برسونه. زمانی که نصیری به شاه هشدار میده که کودتا به نام او انجام خواهد شد، شاه مجبور میشه فرمان عزل مصدق رو در شمال کشور در سواحل دریای خزر امضا بکنه و بلافاصله از ایران خارج میشه و به بغداد میره.
این یک بار در تاریخ که سیاهای آمریکا چه کاری چه عملیاتی را در ایران انجام میده. بار دیگر در زمان انقلاب اسلامی پنتاگون در امور داخلی ایران دخالت کرد. کاخ سفید و پنتاگون از مرض سرطان شاه اطلاع دقیقی داشتند. معتقد بودند که با مرگ شاه در ایران خلأ سیاسی به وجود خواهد آمد. ولیعهد آن زمان کم سن بود و نمیتونست قدرت را به دست بگیره و حتی یک شورای سلطنتی نمیتونست بقای پادشاهی را در ایران تضمین بکنه. اینا کاخ سفید و دولت بریتانیا به خوبی میدونستن. بنابراین کاخ سفید و پنتاگون کار شاه را تموم شده میدونستن و میگفتن دیگه شاه نمیتونه در ایران حکومت بکنه. دنبال گزینه‌ای برای شاه میگشتن. این گزینه میتوانست فقط نیروهای محافظگار اسلامی به رهبری خمینی باشد. گزارش سفیر آمریکا آقای سالیوان از تهران از مجموعه اسنادی از نوامبر سال 2013 که از حالت طبقه بندی خارج شده اند نشان میدهند سفیر آمریکا سالیوان و ژنرال هایزر فرستنده نظامی کارتر به ایران به طور سیستماتیک از مقامات نظامی و امنیتی حکومت شاه میخواستند به اردوی آیت الله خمینی نزدیک بشن. اینو اسناد میگن. طبق همین اسناد جنرال هایزر 4 روز پیش از رفتن شاه از ایران به کاخ سفید چنین گزارش میده که سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی و ارتشبد حسن طوفانیان میخوان بعد از خروج شاه از ایران بر علیه انقلابیون اسلامی کودتا بکنن. هایزر میگه که اون آنها را منصرف کرده، موفق شده که در واقع باعث انصراف جنرال ها از کودتا بر علیه نیروهای انقلابی مسلمان بشه. یک روز قبل از آمدن آقای خمینی به ایران سفیر آمریکا سالیوان به واشنگتن چنین گزارش میده که ارتشبد عباس قرباقی رئیس ستاد مشترک ارتش ایران زیر فشار جنرال هایزر و سالیوان موافقت خودشو با تغییر سیاسی و تغییر قانون اساسی در ایران اعلام کرده. بینندگان، اینا همه صحبت‌های اسنادی است که امروز منتشر شده. بنابراین با نقش جنرال هایدر و سالیوان ارتش شاهنشاهی در انقلاب اسلامی اعلام بی‌طرفی کرد. خمینی و طرفدارانش در واقع آمریکا رو فریب داده بودند. کاخ سفید و حتی سازمان شیعه آمریکا رو فریب داده بودند. خمینی و طرفدارانش تو آمریکا چنین قول داده بودند که ارتش را حفظ خواهند کرد. خمینی و طرفدارانش از آمریکا چنین خواسته بودند. من نقل قول میکنم و یکی از این سندها. بهترین کاری که آمریکا میتونه انجام دهه اینه که بگوید از راه حل نظامی حمایت نمیکنه. این آمریکا در ایران بگه که از راه حل نظامی یعنی کودتای ارتش ایران و اقدامات ارتش ایران حمایت نمیکنه. در واقع این وظیفه رو ژنرال هایزر نماینده ویژه آقای کارتر و پنتاگون در تهران به خوبی انجام داد. با این تجربیاتی که مردم ایران به دست آوردن در این دوبار در تاریخ 50 سال گذشته ایران، آیا مردم یک بار دیگه میپذیرند که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت بکنه و بخواد رژیم جمهوری اسلامی را ثابت بکنه؟ بعد از رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد گذشت؟ در زمانی اینم در زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا یک دید بسیار بسیار رویایی نسبت به ژنرال های آمریکا و وزارت دفاع آمریکا یعنی پنتاگون داره. امروز اولویت نظامیان و ژنرال ها در دولت آقای ترامپ در تصمیمات سیاست خارجی آمریکا به قدری است که وزارت امور خارجه آمریکا آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه قرار گرفتن. این در واقع تصمیمی نمیتونن بگیرن و این ژنرال های آمریکا هستن که در کاخ سفید تصمیم واقعی رو میگیرن. در مجلس نمایندگان طرح بودجه سال 2018 به تصویب رسید. در سال 2018 بودجه نظامی آمریکا در حدود 700 میلیارد دلار خواهد. امروز این وزیر دفاع آمریکا یعنی آقای جیمز ماتیس که در مناطق بحرانی جهان به ویژه خاورمیانه
در سوریه، در عراق، در افغانستان تصمیم گیری میکنه، تصمیم میگیره که آیا در اونجا صلح و یا جنگ باید انجام بده. در کنار پنتاگون هم اکنون سازمان سیاه آمریکا مسئولیت‌های مهمی را به عهده گرفته. بدون کنترل رئیس جمهور آمریکا یعنی آقای ترامپ، سیاه سازمان سیاه آمریکا این اجازه را داره که حملات هواپیماهای بدون سرنشین خودش را در مناطق بحرانی منطقه در پاکستان، در افغانستان، در سودان، در سومالی و یمن رهبری بکنه و این عملیات نظامی را انجام بده بدون اینکه از رئیس جمهور آمریکا دستوری دریافت کنه. برعکس آقای اوباما، رئیس جمهور کنونی آمریکا آقای ترامپ بر این عقیده است که جنگ را به بهترین وجه جنرال های آمریکا و پنتاگون میتونن انجام بدن و به همین خاطر در واقع تصمیم گیری را به عهده پنتاگون و جنرال های آمریکا گذاشته. امروز پنتاگون به طور خزنده در خاورمیانه عملیات نظامی را داره انجام میده. در میدان های جنگ عراق، افغانستان، سوریه، یمن، سومالی نیروهای آمریکا تا مرز مقدم جبهه پیشروی کردند، در همه جا حضور دارند. و واشنگتن پست در روز 21 ژوئن، یعنی تقریبا در 4 هفته پیش چنین می‌نویسه. واشنگتن پست نوشت در انبار بارود خاورمیانه هر کنشی واکنشی را به دنبال داره. این عملیات و اقدامات نظامی در منطقه میتونه خطر بزرگی را برای ایران به وجود بیاره و خطر جنگی با ایران را تشدید بکنه.